سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. پس از تکمیل کار قیرریزی 3.35 کیلومتر سرک در کابل از سوی شهرداری به بهره برداری رسید. حین افتتاح این سرک معاون اول ریاست اجرایی از شهرداری انتقاد کرده، گفته است این اداره در اجرای کارهایش موفق نبوده است. شرکت موترسازی رنو اولین کارخانه خود در چین را روز دوشنبه افتتاح کرد. این کارخانه با شراکت کمپانی چینی دانگ فنگ موتور در شهر ووهان واقع در شرق چین تأسیس شده است. پیش بینی می شود ظرفیت تولید این کارخانه سالانه به رقم 150 هزار دستگاه موترسازی برسد. ساخت موترهای برقی در این کارخانه یکی از پروژه های تولیدی شرکت رنو را تشکیل می دهد. کمپانی رنو در بازار وارد شده است که در آن در سال گذشته 24 میلیون و 600 هزار دستگاه موترسازی به فروش رفته و رشد معدل 4.7 درصد به خود دیده است. شرکت برق افغانستان میگوید تخریب پایه‌های برق در ساحه تحت اداره طالبان در ولایت بغلان هنوز هم ادامه دارد. مسئولان این شرکت میگویند تا اکنون نیروهای امنیتی در زمینه برقراری امنیت ساحه دندقوری هیچ اقدامی نکرده است. و برای بحث بیشتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اینجا با ما هستند. آقای بشردوست خیلی هم خوش آمدید. تشکر از دعوت شما. آقای بشردوست، چرا تا حال حکومت نتوانست ساحه دندقوری را تحت کنترل خود بیاره؟ به نام خدا و به یاد شهدا، بخصوص شهدایی که واقعا هر روز در کنج کنار افغانستان مردم بیگناه خونشان ریخته می شود. دلایل مختلف دارد. یکی از دلایلش این است که ما در کشوری زندگی می کنیم که حکومتی به من چی حاکم است، پارلمانی به من چی حاکم است. متاسفانه هیچ کدامشان احساس مسئولیت در برابر ملت و مردم خود ندارند و از طرف دیگر کسانی که مسئولیت دارند که باید این کار انجام بدهند، وزرا، وکلا، سناتورا، به اصطلاح عین و غین در سطح بالا، اینها برق دارند، برق 24 ساعته دارند و اینها از درد و غم مردمی که خانه‌هایشان تاریک است اینا هیچ گونه آگاهی ندارند. مثل سعدی که میگفت سواره از دل پیاده چه خبر است، ما واقعا در عین حالت قرار داریم. شرکت دبرشنا، شرکت در ماه میزان 394 گزارش منتشر کرد که حتی مقامات عالی دولتی افغانستان که 24 ساعته برق دارن پول بل برقشان نمی پردازن. یک میلیارد افغانی در حدود 3 میلیون دلار اینا طلبگار هستن. از کی؟ از مقاماتی که در سطح ارگ هستن، در سطح معاون اول نام برد، رؤسای مجلس نام بردن و گفتن که ما میخوایم قطع کنیم برقشان، حتی جرأت نام نگرفتن. یعنی مردم غریب بیچاره افغانستان که برق پولش به وقت میپردازن بلیش برق ندارن. اما کسایی که در کشور جنرال است و والی است و ولسوال است و رهبران جهادی و چپی و وکلا و سناتور هستن و برق 24 ساعته دارن، اینا برق نمیپردازن. خواجه ما اینجاست. چرا این گونه هست؟ در ساحاتی که افراد زورمند زندگی میکنن اونجا برق هست و در جاهایی که مردمی که زور قدرت ندارن اونجا برق نیست و شاید هم این وضعیت ادامه پیدا کنه. به خاطر که متاسفانه در این کشور همه چیز بر اساس زور، بر اساس قدرت، بر اساس پول، بر اساس واسطه است. کسی که تفنگ دارد به زور تفنگش برق 24 ساعته میکشد و پول برق هم نمیپردازد. کسی که پول دارد به زور پولش برق میکشد لین فاز 3 و 24 ساعته فاز 3 که به صنعت ما نمیدهند. و کسی که واسطه دارد با زور واسطه خود و کسی که چوکی های بالا را دارد. مثلا من خوب یادم است که من یک در خانه پدر که زندگی میکردم، من جکشن خبر شده بود که در این خانه من زندگی میکنم، بسیار وقت شده بود که ما برق 24 ساعته ندادیم. آمد به من گفت که معذرت میخوایم، ما خبر نداشتیم که شما اینجا زندگی میکنیم. من گفتم که من اینقدر بی وجدان نمیتونم باشم که خانه من روشن باشه، خانه همسایه ما تاریک باشه. اما در مقامات در برشنا در شرکت ها که میریم متاسفانه مقامات عالی دولتی ما میکشد. و وحشتناک این است که من یک تحقیقات علمی رو خواندم افغانستان،
قبل از جنگ های ویران ساز و خانمان ساز 737 مگاوات برق داشت، امروز 300 مگاوات برق داریم. یعنی برق که ما داشتیم اینها تخریب کردن، اینها بمباردمان کردن، اینها ماینگذاری کردن، با راکت زدن و امروز ادامه کار است که در افغانستان متاسفانه ادامه دارد. و وحشتناکتر این است که افغانستان بزرگترین منابع تولید برق دارد، آفتاب، باد، آب، یورانیوم، زغال. و در این تحقیقاتی که منتشر شده بود نوشته بود که افغانستان از 1.8% ظرفیت خود استفاده می کند و متاسفانه امروز ما می بینیم که حکومت وحشت ملی جیب مردم خالی کرده بود توسط رشوت و اختلاس و دسترخان مردم جمع کرده بود و امروز خانه‌های مردم هم تاریک میکند و خانه‌های یک تعداد زیاد مردم ما همیشه تاریک است. یعنی بعضیا فکر میکنن که در کابل همه برق دارن، نه، 30% مردم کابل ما برق نمیشناسند و 20% از برقای جنراتور شخصی استفاده میکند و این 50% هم که برق دولتی دارد برق است که یک فاز است که یک بخاری را درست روشن نمیکند. فعلا هم یک فاز هم قطع است برای مردم افغانستان، قطع است مردم کابل، نه برای رهبرانشان، زمامدارانشان، نخبگانشان برق بسیار ساده دارن و نمیدهن. شرکت برشنا میگه که اون ساحه دندغوری تحت کنترل اینا هنوز نیامده و اکثرا افراد زورمند هستن که اونجا پایه های برق به اصطلاح تخریب میکنند. نیروهای امنیتی هم در جریان هستن، ولی به نظر شما چرا کاری اونا نمیتونن؟ کاری از دست از اونا ساخته نیست؟ در رابطه با تخریبش در رسانه ها اخباری متضاد منتشر شد، بخاطر اینکه طالبان در اعلامیه خود میگوید که این بمباردمان حکومتی ها بود که قطع کردن و حکومتی ها اعلان میکنند که این ماینگذاری کرده بودند طالبان که نار قطع کردن. در هر حال چی طالبان، چی جهادی ها، چی حکومت دموکراسی، اینها در تخریب تخصص دارند، نه در بازسازی و نه در کار نیک. به خاطر اینکه ما یک 8 تا پروژه بند من دیدم، بند کمالخان مثلا، بند سلما در بالای دریای پنشیر، بند دیگی بالای دریای فرارود، تقریبا در طول از 2003 که پروژه سازی می شود، تحقیقات می شود، سرویه می شود با میلیون ها دلار و هیچ کدامشان تا حالا بهره گیری نشده. حالا آقای بشردوست، پاسخ های گوناگون در این رابطه وجود دارد، چی فکر می کنید که واقعیت چی خواهد باشد؟ واقعیت به نظر من این است که هر کدامشان در این که میکشن مردم، در این که تخریب میکنن، نه حکومت افغانستان توجه میکند. مثلا هیچ وقت حکومت ما گزارش که سازمان ملل متحد در طول در طی سالها منتشر کردن، خود سازمان ملل متحد میگوید که هم طالبا بدون اینکه دقت کنن میکشن و هم حکومت افغانستان و هم خارجی ها بخصوص امریکایی ها در تخریب، هم تا جایی که ما میدانیم، تا جایی که اخبار منتشر میشود، متاسفانه نه حکومت ما توجهی را دارد که فلان جا باید این کار نکنه، چون وسایل تولیدی است که تخریب میشود، چون مردم در خانه هایشان است که کشته میشود، و هم طالبان علاقه را ندارن و دلسوزی را ندارن و هم خارجی های دلسوزی ندارن. یعنی هم طالبان در تخریب قهرمان هستند، هم جهادیان در تخریب کشور قهرمانی را گرفتند و هم امروز دموکراسی و حامیان دموکراسی در تخریب کشور و کشتن افراد کشور متاسفانه قهرمان هستند. مثالش که ما امروز می‌بینیم و شاید شما یادتان نرفته باشد که یک دو پایه در سالنگ از بین رفت توسط برف، ماها طول کشید تا اینا یک دو پایه را چکنند. به خاطر چی؟ به خاطر که رئیس دبرشنا او برق داره، 24 ساعته داره، رؤسایش داره، مدیرایش دارن، وزرا و وکلا و سناتورا و جنرالا و رهبرای جادی و چپی اینها دارد، مردم غریب بیچاره را اینها خود قصه. حالا آقای بشردوست، اگر این روند ادامه پیدا کنه فکر نمی‌کنید که پایتخت نشینان با مشکل بیشتر دچار خواهند شد؟ مشکل مردم آزاری برای رهبران افغانستان یک نوع سرگرمی شده است، یک نوع برایشان یک نوع افتخار است و بدبختانه مردم ما همیتا مردم نیست که وقتی خانه هایشان تاریک می شود برق از خانه هایشان می گیرد و این مردم یک 20,000، 30,000، 50,000، 100,000 در سرک براین و شب برن مسالمت آمیز برق کسانی را قطع کنند که به زور خود و قدرت خود به نام نخبه، رهبر، رئیس، وزیر، وکیل برق دارد. تا زمانی که مردم ما سر خود بالا نکند امکان دارد که همین برقی که وجود داره همین را هم از پیشان بگیرند. چرا حکومت پروژه های عامل منفعه، البته امنیتش گرفته نمیتونه از پروژه های عامل منفعه؟ به خاطر که حکومتی وجود ندارد. حکومتی اگر وجود می داشت یک قسمتی از خاک افغانستان را معامله نمی کرد، یک در قسمتی از خاک افغانستان حاکمیت خود را
از بین نمی برد. حکومتی به عنوان رهبران دلسوز، رهبرانی که از بین مردم است، با مردم است و در خدمت مردم است، از درد و رنج و گرسنگی مردم آگاه هستند. این افراد امروز نه در پارلمان افغانستان است، نه در درگ افغانستان است، نه در قصرگ سفید است، نه در حکومت افغانستان است و اینها همه چیز دارند. برق دارند، 24 ساعته دارند، لاند کروزر دارند، پلو چلاو دارند، تمام امکانات اینا دارند و مردم اینها مثل یک نخود ارزش برایشان قائل نیست متاسفانه. آقای بشردوست، شما ضعف در کجا میبینید که این پروژه بزرگ اقتصادی را به تهدید موجه ساخته؟ چی فکر میکنید که مخالفین قوت پیدا کرده و یایی که رهبری ارگانهای امنیتی ضعیف است؟ من فکر میکنم که بعض وقت مخالفین و حکومت در طول جنگهای افغانستان ما بسیار اسنادای وجود دارد و اسنادای منتشر هم شدن که مثلا قماندان جهادی از حکومت چپی ماهانه ماش می گرفت یا او از چپیا بعضی صحنه ها جبهه ها را به اختیار اونها قرار میداد. فعلا هم بین طالبا و حکومت فعلی من فکر می کنم که اینها دو روی یک سکه هستند و اینها در معامله هستند و در قصه و غصه مردم نیستند. اگر حکومتی وجود داشته باشد، حکومتی که رهبرانشان دستش به خون مردم آلوده نباشد، دستش به اختلاس آلوده نباشد، به قومگرایی آلوده نباشد، من معتقد هستم که پدری که از طرف افغانستان چپ نگاه نمیتواند. اما امروز ما در رأس حکومت خود، در پارلمان خود، در کابینه خود کسانی داریم که خود اینها در تخریب پایه‌های برق تخصص داشتند و اینها بنیادش گذاشتند و امروز طالبا ادامه میدهد و داعش هم فردا همین کار ادامه میدهد. تا یک نسل پاک و صادق و وطن دوست که دستش به خون مردم آلوده نیست، یک سری سوزن منافع مردم تهدید نکردن، تخریب نکردن، قدرت نگیرن، من به یک دستم که اینمی معامله وجود دارد، یک روز به نام جهاد، یک روز به نام سوسیالیسم، یک روز به نام دموکراسی، یک روز به نام شریعت. بله. آقای بشردوست، اگر یک پروژه اقتصادی ما اینقدر با تهدید مواجه باشه، چی فکر میکنید که پروژه های بزرگ ملی و منطقوی که از افغانستان عبور میکنه، چی البته امنیتش چگونه باید گرفته شود؟ چی تضمین وجود داره که امنیتش گرفته میشه؟ به نظر من بعضی وقتا مشکل امنیت نیست، مشکلی تنبلی، مشکلی حیف و میل، مشکلی اختلاس است. مثلا بند سلما را که گفتن یک زمان مشکل امنیتی داشت، اما در عین زمان مشکل این بود که شرکت هندی پول کارگران نمیداد و کارگرانشان تحسون کرده بود. یا مثلا فعلا در برچی پاکستان ها یک شفخانه میسازه به نام شفخانه جنا و این شفخانه در اونجا خود مشکل امنیتی نیست، یک سال میشود که کارایش خوابیده. یا مثلا خط آهن که ایرانی ها میسازد در طرف هرات، ده سال است که او چند کیلومتر است او ادامه پیدا میکند. و از طرف دیگر وزرای کشور یا بیسواد مطلق است و یا در عیش و نوش و حیف و میل خود مشغول هستند و علاقه ندارند. و از طرف دیگر به نظر من این طولانی کردن پروژه ها یک نوع درآمد است، به خاطری که قرارداد می شود از یک دست به دست دیگر. این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد 100% و بهتر می شود، بهتر می شود. سال 2016 را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ 2016 به نظر من من باز تاکید میکنم تا زمانی که در این کشور از رئیس و مدیر گرفته تا وکیل و وزیر و سناتور و رهبران جادی و چپی و رؤسا، اینها که در قدرت هستند فقط در قصه جیب و چوکی خود هستند، در قصه لان کروزر و پلو چلاو خود هستند، در قصه حساب بانکی خود هستند، هیچ علاقه به این مردم ندارند و فامیلشان در افغانستان نیست، در خارج زندگی میکنند، در آمریکا است، در ایران است، در فرانسه است، در هند است و بچه و دخترها اینجا با عیش و نوش در خارج زندگی میکنند از پول بیت المال. و او رهبری که به نام تاجیک نشسته ذره سوزن خون تاجیک برش ارزش نداره، او رهبری که به نام هزارا نشسته گرسنگی و غارنشینی هزارا برای زو کمترین غصه نیست و در قصهش نیست. یا اون نفری که به نام ازبک و یا پشتون نشسته و او خیمه نشینی پشتونای گرسنه در قصهش نیست. تا این رهبران در افغانستان باشه، من معتقد هستم که وضع کشور ما از این بدتر میشه. اما تو ما میبینیم روز به روز بدتر میشه. قسمی که از حرفای شما هم معلوم میشه، ضرر بیشتر هم مردم عادی میکنن یا مردم عام میکنن. در اینجا باید چی برنامه های گرفته شود؟ چی باید شود؟ رای حل چی هست؟ شما چی میبینید؟ فاجعه مردم ما این است که اینمی مردمی که خانهش تاریک است،
اینمی مردمی که دسترخوانشان جمع شده، اینمی مردمی که به علت بیکاری و دزدی و رشوت جیبش خالی شده، 60% این مردم گرسنه دست سیران میبوسه. و اگر روزی این مردم سر خود بالا کنه، مثلا وقتی عبدالله میره و در پنشیر یک پنشیری دروازه خود باز نکنه، درایش نبرایه، کف نزنه، سرشانهای خود بالا نکنه، برایش بگوید که به 4 تا تاجیک پلو چلو دادی، به ما 99% تاجیک گرسنه چی؟ یا به او وقتی که غنی غین می رود در لوگر، مردم لوگر دروازه قلب و خانه خود بسته کنه و در سرک بگوید که 4 تا پشتونه که کاخ و قصر دادی، این 99% پشتونه که گرسنه است. یا مثلا در مزار و یا در بامیان و در بیسود وقتی هزارها دروازه خود بر روی محقق خلیلی بسته کند، بگوید که 4 تا هزاره قصر و کاخ دادی، اما 99% هزاره جوالیس و گرسنه است. پس شما از ما نیستین. و اون مردم ازبک در فاریان وقتی یا جوزجان مثلا دوستم میره رای خود بسته کند وازی خود و یا خان محمدش، او زمان فکر میکنم این رهبران فکر خواهد کرد، به این فکر خواهد افتاد که واقعا اگر ما برای این مردم کار نکنیم، چوکی ما در خطر است و ما سرشانه این مردم بیش از این سوار شده نمیتونیم. امروز اینا مطمئن هستند که هر قدر این مردم سرشانهشان بالا شوی، هر قدر سیلی بزنی، باز اینا دستت میبوسه، پایت میبوسه، احترام برات بیشتر قائل است. و به خاطر این است که در کشور ما سیاستمدارانشان، نخبگانشان هیچ ترسی از مردم نداره. وقتی ترسی از مردم نباشه، وقتی حسابدهی به مردم نباشه، وقتی مردم هنوز بر اساس قوم و مذهب و زبان و تنظیم متاسفانه فکر میکنن، این کشور من معتقد هستم که وضعش بهتر میشه. آقای بشارت، چی فکر میکنید که بازم این وضعیت که فعلا شما هم گفتین حکومت به واسطه زورمندی یا به کسایی که زور و قوت دارن پیش میرن، این روند ادامه پیدا میکنه، آینده چگونه هست؟ آینده تاریک، آینده میست که امروز من بین مردم هستم، من میروم، خدا شاهد است که ما مثلا هفته گذشته رفتیم محصلین دیدیم در تکوی زندگی میکنند، نمناکی آفتاب یک سر سوزن نمیبیند و در اتاقشان صندلی بخاری چیزار اصلا نمیشناسند. و یا بیوه ها است که ما مثلا بعضی وقتا میریم میبینیم از پول افغان ها که با من روان میکند و این ماش که ما از پارلمان نمیگرفتیم، تقریبا 6 ماه 1,400,000 نگرفتیم. بعضی دوستا گفتم میره بگیر به مردم غریب کمک کن، حالی که ما میبریم. بعضی فامیل میبینیم که گرسنه هستند، پیسه یک نسخه دکتر بر اطفالشان ندارن، یا پیسه شیر خشک برای طفلشان ندارد. مردم ما 99% من معتقد هستم که فعلا در حالت زندگی میکند که از زندگی با کرامت انسانی خارج است. آقای بشارت، چی فکر میکنید پول هایی که به افغانستان کمک شد در اون بخش هایی که باید مصرف میشد نشده، شما نقطه ضعف در کجا میبینید که خرابی از کجا بوده؟ در کجا نقطه ضعف؟ به نظر من عدم تقوا، عدم صداقت، عدم تخصص، عدم تعهد و عدم تجربه است. وقتی وزیر اقتصاد کشورت نظامی باشد، علیف از اقتصاد در جگرش نباشد، مثالش وقتی وزیر مالی خودت یک علوم سیاسی رو خوانده باشد و از مالیه یک لیسانسش نداشته باشد، یا وزیر مثلا انکشاف شهریت، یا وزیر تجارتیت، یا وزیر انرژی و آبیت، اگر یک من پشتی کامرا گستاد کنین، من فیلم شما رو درست گرفته نمیتونم، به خاطر تخصصی من نیست، ولی علاقه داشته باشیم. و از طرف دیگر اینها متاسفانه پولهایی که میاد در افغانستان بین یک سیستم مافیایی که ساخته شده، 110 میلیارد دلار آمریکایی‌ها میگه ما تنها کمک کردیم، از پاکستان و ایران و نمیدونم فرانسه و ژاپن و انگلستان و اینها، آلمان، که ما حسابش بگیریم شاید به میلیاردها دلار شوه، اما این پول مردم عام افغانستان یک سر سوزن برکتش و منفعتش ندید. برای دفاع پروژه های اقتصادی مسئولیت ارگان های امنیتی چی بوده و شما چی فکر میکنید که اونا تا چه حد این مسئولیت خود درست انجام دادن؟ ما ارگان های امنیتی نداریم. وقتی وزیر داخلی کشور تابعیت هلند داشته باشه، وقتی وزارت دفاع وزیر نداشته باشه، وقتی ریاست عمومی امنیت رئیس درست نداشته باشه، و وقتی وزیر دفاع وزیر داخلی اینقدر مرد نیست که نیم روز برود در جبهه در کنار او عسکر خود، در کنار او پلیس خود که گرسنه است. من امروز مثلا در حوزه 6 رفته بودم، پرسان میکردم لباس زمستانی پلیس ما را در کابل در داخل شهر ندادن. وقتی که اینا به این قدر نسبت به افرادشان، عسکر و پلیسشان به احساس هستند، به مسئولیت هستند، توجه نمی کنند و خود وزیر در لاند کروزر و با صدها بادیگار جای به جای می شود، من معتقد هستم که ما نیروی امنیتی وجود نداریم. من یک زمان گفته بودم که اگر ما افراد پاک، صادق، وطن پرست در رأس دولت داشته باشیم، من معتقد بودم و گفته بودم، بعضی وقتا اون زمان خندیدن گفتن هر چی میگوید، من گفتم با 1000
کماندوی خاص ما میتونیم که وارد پیشاور شویم، وارد مشهد شویم، به شرطی که وزیری کشور در کنار عسکریش گریسنه پایلوج، اما طور که عسکریش است، اما طور که پولیسش است، بینگه اما ما وزرای داریم که در کاخ قصر آقای بشردوست خیلی کوتاه برای بهبود وضعیت اقتصادی چی برنامه هایی باید داشته باشه؟ سیستم مافیایی باید شکسته شود. مقرری که در سطح وزارت و در سطح رؤسا و در سطح مشاورین می شود بر اساس تخصص، تقوا، تعهد و تجربه صورت بگیرد و کسانی که از این کشور را یک به نام جهاد کشته، به نام خلقی و پرچمی کشته، به نام طالب، به نام داعش، به نام دموکراسی، این افراد هر کی باشد، هر کسی از هر قوم و تنظیم و مذهب در هر مقام اینها باید به پول چرخی روان شود و افراد پاک، صادق، وطن دوست در این کشور حاکم شود، هم جلوی دزدی دزدان داخلی را میتواند بگیرد و هم جلوی دزدی دزدان خارجی را که در افغانستان متاسفانه ریشه دوانده میگیرد. و من معتقد هستم که اگر ما افراد پاک، صادق، با تقوا، با تخصص، با تعهد در قدرت داشته باشیم، منابعی که افغانستان دارد ما بدون کمک خارجی ها میتونیم برق صادر کنیم. من همونطور که اشاره کردم ما از 1.8% ظرفیت خود برای برق استفاده میکنیم. اگر ما از 70% از استفاده کنیم ما کشورهای منطقه برق میدیم و مردم افغانستان مجانی برق میتونیم بیدیم. خیلی ممنون رمضان بشردوست، نماینده واقعی مردم از اینکه در زیر با ما بودین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروزه کابل. و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. این هم مواد اولیه. سپاس از اینکه تا دیدن با ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.